من متاسفانه یه مدتی به یه بند خدای علاقمند شدم. بده من کارت تو. کارت ملی تو مون دستش. حالا باید بگی! صد بون عظمت پنچره پورسلیم. پنچره. برو تو کمیته بحران بنداز گردن سینکاف ختمش کن بره. داشتم یه تصمیم مهمی و سبک سنگین میکردم. آش اینقدر شوره که یه نفر خودشو سیب نکنه همه قربونی میشن. پاشیم بریم باشگاه وزارتخونه یه غذایی بخوریم، یه هوایی عوض کنیم، قشنگ همه چی رو بریزن رو دایره واسط. کجاست این طفلک معصوم من؟ طفلک معصوم دوباره رفته ماموریت. اونه که بچه منو هوایی کرده؟ به خاطر اونه که سپر بلای بابا شدی سه روز خونه نمیای؟ خیلی خوش اومدین آقای دکتر. همینم مونده برم بشینم کنار اینا. فردا چوبی افته اعتبار رفته نشسته سر سفره جناح رد. آدم اگه بخوادم راجع به دوماد آینده‌اش تحقیق کنه، این راهش نیست که یکی مثل تو رو بذارن بپاده. پس شطور دیدی ندیدی؟ عوضش منم گلگیر رو باهات حساب. دستتو بده از آب و گل بکشمت بیرون. بابام با این وضع منو ببینه ممنون خروجم میکنه. وقتی برگشتم یا هنوز اینجایی که تکلیفتو بابام روشن میکنه، یا متواری شد یا همه از شرط خلاص شدن. شما اینجا چی کار میکنی؟ بلامت سب زنگ زدم بهت اخطار بدم حالیت نشد دیگه. ببین آقا پسر، من حالتو میفهمم. شما الان کرکوپرت ریخته که چرا من دلم با این خانم صافه، ولی من پیرزن غریبه با یه نظر زیر و بم آدمو دستم بیاد. ایشون کارش درسته، شما به نفعته که بتونی توجیهش کنی. آخه مشکل اینجاست که پس چقدر حرافی شما. میگم برو تا دیر نشده دیگه. چشم. ببین دخترم، این بچه خیلی ساده است. مبادا بذاری زیر بار 2 میلیون بره ها، همه جای دنیا قوری گلگیر 100 تومنه. باشه بفرم. نیستش. یعنی بدم میاد از این آدمایی که خودشون نخود هر آشی میکنن. به خدا من خودم نخود هر آشی نکردم، خودش افتاد تو چاله. شما رو نگفتم، اون حاج خانم از همه جا با خبر رو میگم. اون که خیلی زن خوبی بودش که. همینجا وایس تا بابام بیارم تکلیفتو روشن کنه. بفرما. موبایل پسر سولیه. جمونم سوختش، ولی یه نشونه از طرف پسر سولی. ببینه باباش بهم دختر نمیده، بابام دخلمو میاره. چه خبره اونجا؟ بچم کلیدیه، برو یه جوری دست به سرش کن. برو دیگه. راجبه ایشون ادب و رعایت کن. پرسیدم اونجا چه خبره. پسر سولی اینجاست، داره در میره. چی رو نگاه میکنی خانم؟ بفرمایید داخل سالن. بفرمایید. ایوا، امیدوارم رفع سوء تفاهم شده باشه مرضی خانم. فامیل نش آقای مبتنی. چشم. پاچخاری عاقبت نداره آدم دوزاری. یه امشب بگذره تکلیفتو روشن میکنم. کتا من کو؟ تو ماشینته. چرا نیاوردیش؟ سویچت مون دست خانم اعتبار. هنوز بله رو نگفته صاحب ماشین شد؟ برو بگیر ازش. بودو بینه. باش رو ازش بگیرم. مامانم نگرانم شد. چرا بایستدی؟ به جمعه کاری کن. این دخترانم توجیه کن تعلقی نکنه. ده بودو دیگه. بار آخری که اختاره ادب بهت میدم. دو تومن به این بده کاری. باشه. برو به بابات بگو ارشیا پولمو نمیده. فقط قبلش سویچو از خانم اعتبار بگی برو لباسات عوض کن، چون اگه اینجوری ببینتت خیلی خشمگین میشه. در ضمن گلگیر همه جای دنیا 100 تومنه. اینو دیگه ارشی مامانم هم میدونه.
عرضی داشتم. درباره چی؟ درباره خسارت گلگیر ماشینتون. اونو با پسرم حل و فصلش کن. دور بر ندیدیش؟ چرا؟ اون پس و پشتا بود اگه هنوزم باشه. اون پس و پشتا داشت چی کار میکرد؟ از ترس پدرش قایم شده بود. چه حرفا؟ این پسر اهل هیچ خلافی نیست. 10 بارم باباش برده ازش آزمایش گرفته، هیچی تو خونش نبوده. به خودی شایعه درست نکن. مکتنی کجای شما؟ بابا میگه بیا دیگه غذا سرد شد. باید یه موضوعی رو حل فصلش میکردم. آه از این موردهای امنیتی؟ بمانم. عاشق این بخشتونم که تهش میگین بماند. بریم تو. من بیرون راحت ترم، شما برین تو. سخته به خدا، آزادگی همش درد سره. هی به هم مردم نشونت میدن، زیر چشمی راجع به حرف میزنن. اصلا نسل دهه 80 همش تحت فشاره. بیا یه سلفی بندازیم، اصلت باهاته؟ نبات که نیست، مسکنه. کمرتو ممکنه آروم کنه ولی کبدتو از کار میندازه. مهره 3 و 6 زده باشه بیرون، کبد که سهله. حاضر قلبتم بدی درد نکشی. با این حالتون منزل میموندین استراحت میکردین بهتر نبود؟ گفتیم خیر سرمون بیاریمش بیرون یه هوای بخوره، شاید استرسش کمتر. به هر حال بازم شرمنده. بچه‌ن دیگه. بله. ولی بالاخره بعد مشکل حل شه. هر روز تو مدرسه به هم میپرن. یه شب بیای منزل ما، دور هم جمع بشیم، هم فکری کنیم، شاید بتونیم مسئله رو حلش کنیم. حتما. اصلا همین الان قرار میذاریم. آج آقا شما کی سرتون خلوته؟ فردا. پس فردا. من این روز وقتم آزاده. وا. حرفا میزنین آقای دکتر. 3 سال 2 روز میخواد منو ببره مشهد، هی امروز فردا میکنه. فردا بریم مشهد. برگشتیم هم با این عزیزان قرار میذاریم. خوبه. گویا قضیه کروچ برای شما آسیبش عمیق‌تر بوده. زده به مغز اعصاب. من امروز استعفا دادم. درستش این بود که مسئولیت این قضیه رو به عهده میگرفت. اونی به عهده بگیره که مسئولش بوده. چرا شما؟ کاری که من کردم ایشالله بعدها رویه میشه برای سایر مدیران. آی دکتر ارزنده، شما لطفا یه چیزی بهش بگی. ایشون نباشه یه وزارتخونه لنگ میمونه. وزیر استعفاشو قبول نمیکنه. مجبوره بکنه. اصلا هم مجبور نیست. به نظر من که استعفای شما خیلی بی‌رفته. کارت قشنگ بود دکتر. هم فرهنگ مسئولیت پذیری رو جا میندازی، هم ارج و قربت بیشتر میشه، هم بحران میخوره. بعدم وزیر برات میگردونه پشت میز. من تصمیمم قطعیه، به این راحتی هم پاپاستی میکشم. خواهیم دید. وزیر میدونه این پور سلیم اینه برادر کوچیک منه، واسطش کرده به استعلام مخمو بزنه. پور سلیمه. خب خدا رو شکر جوابشو بدین حاج آقا. خیر، من مصمم به استعفا هستم. بفا آقای دکتر ارزنده، خواهش میکنم شما از خریشتون بیارینش پایین. امروز فردا خودش پایین میاد، دیر و زود داره. ولی جناب وزیره از پورسلی نامید شده، زنگ زده شما رو واسطه کنه. ای بابا جواب نده. نه خیر، جواب بدین آقای دکتر ارزنده، زشته. باشه جواب بده، ولی بگو مرغ اعتباری پا داری. اگه دیدی بازم اصرار کرد، بگو دکتر فوقش حاضر یه پست در حد مشاوره وزیر رو قبول کنه. بالاخره استادمه دیگه. سلام جناب وزیر. بهترم الحمدلله. بله؟
بله. چقدر فرصت دارم فکر کنم؟ هیچ فرصتی ندارم؟ چشم. اوامرتون اجرا میشه. در پناه خدا. میشناسمش دیگه. اصلا صبر و تحمل نداره. حتی بهت فرصت نداد بتونی روم کار کنی. باشه کشف خانه است دیگه. چی شده حاج آقا؟ حاج آقا چی شده؟ ماما فکر کنم یه خبرهاییه، همه دارن راجع به ما پچ میکنن. محسن این بچه میگه یه خبرهاییه. جناب آقای دکتر ارزنده، تبریک میگم قربان به سلامتی. جناب آقای دکتر ارزنده، انتصاب جدیدتون رو صمیمانه بهتون تبریک میگم. محسن اینا چی رو تبریک میگن؟ مرزی تو چی فکر میکنی؟ مرزی جان عزیزم، ممکنه سویچ ماشین آقا حسامو بدی به من؟ مگه دست منه؟ آره عزیزم بده که اوضاع خیلی ناجوره. سوری جون چرا اوضاع ناجوره؟ حالا یه موردیه فردا که دیدم برات میگم. فقط لطفاً چون اندازین تو سالن که برسه به گوش باباش. چه افتاده؟ ببین همه دارم با هم پیش پیش میکنم. خدا بگم چه کارش کنه این محافظ جهنلقتونو. مغزم دیگه نمیکشه. سویچه پسرش تو جیب تو چی کار میکرد؟ داشت گود پسر سولی رو کش میرفت مچشو گرفتم سویچه داد به هم. تبریک میگم ارزنده، موفق باش. دیگه بریم منزلی، خورده خستم. شما مرخصی های مبتنی، ما با ماشین خودمون میریم. بنده معذورم جناب معاون، صلاح نیست خودتون برید. حفاظت مختص مقاماته، من دیگه سمتی ندارم. جناب معاون با کمال احترام، تا از بالا به بنده دستور ندن همچنان... دستور رو به من دادن از بالا که ما رو ول کنین برین، که امشب شب آخر. پدر مادر نداره سیاست، پا تو بذاری تو این وادی پسر من نیستی. درستش هم همین البته، به تلمال ارث پدری نیست که. برو استراحت کن ممتنی جان، جفتتون خسته نباشین. شب بخیر. بفرمایید. گرم واسه جناب معاون کباب شد. گیری جناب معاون رو خرج بکنید. اینقدر نگو جناب معاون.
چرا؟ چون دیگه معاون نیست. واسه همین حالم گرفته است. مگه حالت گرفته است؟ تو قیافت هیچی نیست که. مامانت. چی؟ مامانت. خیلی خوب. ما رو میرسونید تا صفی علی شاه؟ ماشین دولته. چرا نرفتی خونه؟ دلشوره تو رو داشتم. شوکت کو؟ گفت یه کار بانکی داره، رفت دنبال دستگاه آبر بانک. اخراج شدی؟ و چرا هم ولت کردن رفتم؟ بیمرام زندگی. یه روز اون بالاهایی، شبش کف آسفالتی. جمله بعدی تو اگه نفهمم امشب حتما کف آسفالت میخوابی. جناب معاون استعفا کرد. تموم شدم چی؟ یعنی رئیست دیگه از مقامات نی؟ حیف شد، قدر شد. بهتر ما اومدن تو سطح خودمون، شدن همتای ما. دیگه دختر تو مشتته. این دختره یه دل نه صد دل به دل من نشست. گیرمون همین بابای مقاماتش بود که دیگه الحمدلله رفت شد. میگیرمش برات. غم مخور. چه نکبتیه این شمال شهر، یه بانک توش پیدا نمیشه. اکی محل محل خودمونه. بانک میخواد چیکار؟ یه کار بانکی دارم. خب اپلیکیشن بریزی کشید. چی کشه؟ مال بانک. ترسیده جواب منو نمیده. بهش بگو خودم حلش کردم. کار امروزم مربوط میشه به برق خورشیدی. بگو زنگ بزنه بهش بفهمونم. نمبر 2. فکرم مشغول، خوابم نمیبره. برق خورشیدی خیلی خوبه محسن. پشت همین مهامشهر تو بیابونای بین قوام آباد و خارستان باتری میخری، پن میکنی، برق میگیری. به همین سادگی. نوه حاج امرالله مهندسه. همه چی رو میدونه. حالا فردا زنگ میزنم گوشی رو میدم بهش برات تعریف کنه. اگه قضیه استعفا به گوش آقا جون برسه باید فرار کنی بری. اگه یاد حاج محمود بودم محال ممکن بود استعفا بدم. خب برین از نوه حاج امرالله پرسین، آخه اون مهندس همه چی رو میدونه. من میخوام مدرسه‌ام رو عوض کنم همین فردا. نگاه نداره. من فردا با چه روی برم سر کلاس؟ چه ربطی داره امیر جان؟ خیلی هم رب داره. فردا برم من مدرسه، بچه ها نمیگن بابام و بابام این بود بابات. حقته. چند بار بهت گفتم انقدر بابام بابام نکن؟ چند بار؟ راست میگه. از فردا میمونم خونه تا یه مدرسه برام پیداشه. شب بخیر. فردا انتخاب من از زرزنه میگیرم. شب بخیر. شب بخیر. از شما دوتا دیگه بعیده که اینجوری غم باد بگیرین. بابا جان کار واسه من فراوون، رو هوا میبرنم. از فردا که خبر استعفا درس کنه زنگ خور این گوشی میره بالا. پاشنه در این خونه رو از جا در میارن. حالا تماشا کنی. تو خودت وقتی قضیه رو فهمیدی رنگت عین رنگ میت شده بود. حاج خانم اولا اغراق نکن. ثانیاً من و وزیر رابطمون فراتر از ارتباط کاری بود. من شاگرد خوبش بودم، دوستم داشت، محبت بینمون جاری بود. لااقل یه زنگ بهم میزد تشکر میکرد از اینکه سپر بلا شدم. حتی من از آبروداری یه دونه از این سمتهای مشاور وزیرم بهم نداد. لاجرم آن کس که بالاتر نشست استخوانش. واقعاً که شب بخیر. چیزی شده؟ منظورم غیر از بیکاریه باباس. خیال کردی وسط این گیروگیری یادم رفته؟ سویچ پسر رسولی چی بود قضیهش؟ وقت گیرو وردی ها؟ ماما الان وقت این سوال هست؟ سکوت لطفا، فقط جواب. خب
خون به جگر نکن منو، حرف بزن. اینجا چه کار میکنی پور سلیم؟ بیا جلو، در وزیر کارت داره. راست میگه پوری، بگو آقای وزیر تشریف برن تو، یه لبی تر کنیم، شربت بارنارنج. وزیر که نمیتونه بیاد تو که، بیا جلو در بابا. خیلی خوب، اعتبار این وزارتخونه به اعتباره، دوستم داره وزیر. شلوار من کو؟ ازت اعتبار، تو شاگرد خوب من بودی، محبت بینمون جاری بود. حق با شماست، ولی من اگه استعفا کردم به خاطر این بود. دیگه دوستت ندارم. پس چرا صدام کردید؟ چون بعد از من تو بهترین گزینه وزارتی. خدا اون روزو نیاره. اون روز همین امروزه. بهتره بگین امروز همون اون روزه. ما اینجا نیومدیم با کلمات بازی کنیم. سعی کن وزیر خوبی باشی، مثل من. آقای دکتر رو ببر پاستور. شما میدونی قضیه چیه اخوی؟ آره میدونم ولی نمیگم. سلام آقای کشمیر. سلام. خوب هستین؟ سلامت باشین. با اجازه. خواهش میکنم. داری میخوای منو خفه کنی؟ نه دوست نشو دیگه. نکن این کارو. کشمیر! Thank you.
قبول باشه. قبول حق. تو چرا سر شکلت اینجوری محسن جان؟ خواب بد دیدم. سد کروش و استعفا هنوز ذهنمو درگیر نگه داشته. درست میشه. بهت قول میدم. عوضش چه صبحونه‌ای بخوریم امروز نه؟ آره، خیلی خوش میگذره. کره عسل با سرشیر و بربری داغ. به به. بربری خریدی؟ باری کلا. باری کلا به خودت که بعد نماز میری میخری. من برم نونوایی بربری؟ ول کن لیلا. چیه مگه؟ میترسی مردم بخورنه؟ من از مردم بترسم؟ مردمی تر از من تو عمرت دیدی؟ مردم ولی نعمت من هستن تا آخر عمر. آفرین شوهر مردمی. برو وضو بگی تا آفتاب نزده. بازار پارچه مشغول نیستی؟ خیر. سر پل زواب خدمت نکردی؟ نه. مدرسه بزرگمهر درس نخوندی؟ نه خیر. پس چرا اینقدر آشنایی؟ پل شهر. یادم اومد. شما همون آقای هستی که صبح با ماشین شیشه دیدی میان عقبت. اخوی صف رفت جلو. بفرمایید. یه کاره ایه. تا این ساعت بار دیدمش. این تم بمیره به یه جایی وصلی یا نه؟ جان آقا. قسم نده آقا. بفرمایید. قسم میدم. چون مطمئنم تو به جایی وصلی. میتونی بخونی؟ اینجا رو بعد خط نوشته شی آن هزینه شیمی درمانی. این مال اونیه که منع داشت. بنده خدا لیلا جان یه لطفی بکن، این عریضه ها رو بررسی کن، اونایی رو که شدنی بذار تو پوشه قرمز. بعد اون وقت پوشه قرمز رو به کی بدم؟ راست میگی، من دیگه کسی نیستم. البته فعلا همین امروز فردا از این ورانور میام سراغم. شما اینا رو مرتب بکن، به وقتش بده به من. فعلا میزحمت امیر رو بیار بهشون صبونش رو بخوره. امیر جان بابا بیا، چایت سرد شد. میام صبونه بخورم. چرا؟ چون بعد صبونه باید برم مدرسه. خب پاشو بی صبونه برو مدرسه.
پا میشم میام صابونه میخورم میریم مدرسه پرونده و میگینیم میبرین یه جای دور ثبت نام میکنین. پاشو خودتو لوس نکن. من پامو تو مدرسه‌ای که توش یوم آقازاده بودم عمرن دیگه نمیذارم. تو کی آقازاده بودی؟ نبودم. بعد چه مزایایی داشتی مثلا؟ یه فازایی داشتم دیگه. امروز فردا که استعفای شما علنی بشه دیگه برعکس واسم ترم خورده میکنن. میشم سوژه خنده‌شون. واقعا که مردم اسیر صد تا مشکل ریز و درشتن، وقت شما به فکر پرستیژ خودتی. مقصر خودمم که برای تربیتت وقت کم گذاشتم. نه خیرم، نسل من شما فرق داره. دهه 80 یه فازشون خودمحوریه. داری زنگ میزنی رئیس آموزش پرورش جا برام پیدا کنه؟ دارم زنگ میزنم حاج محمود. که چی بشه؟ مگه نمیخوای یه جای دور ثبت نامت کنم؟ میگم تو معمشهر یه مدرسه برات بشوره. البته حاج محمود بفهمه امروز مدرسه نرفتی خورده عصبانی میشه، ولی خب اشکالی نداره. خیلی هم اشکال داره. حاج محمود از نوی بچه ننه خوشش نمیاد. آها، پس خودت هم قبول داری این رفتار مرسنه تو نیست. اصلا امروز دیگه به سرویس هم نمیرسم. مامانم که میگه یا سرویس یا هیچی. تاکسی هم که نمیذاره بگیرم. شما هم که اهلش نیستی منو برسونی. خب پس هیچی. من کار خاصی ندارم. خوشو با هم بریم. چیزه؟ نمیتونی؟ مدرسه‌م تو طرحه، نمیشه. بهتر. سوار مترو میشیم تا توهم آقازادگی جفتمون برطرف شه. پاشو. من تب و لرز دارم. بابا جان من نمیام. با چه روی من برم مدرسه؟ آخه نمیشه. من تا دیروز آقازاده بودم. الان با چه روی برم سر کلاس؟ این حرفا رو نزن. بابا شما متوجه نمیشی من چی میگم. الان فالوورای اینستای من چی میشه؟ به این چیزا فکر نکن. بیا. مدرسه‌ت واجب‌تر. بابا مدرسه واجبه ولی آبرو هم واجبه. باید پیاده شیم برگردیم خونه. نه اتفاقا خیلی تجربه جالبی. آقا ممکنه آروم تر حول بدین؟ نرس که ندارم از اون تا دارم حول میدم. منم که ساعت کروش نیستم بتونم جلو ضربه رو بگیرم. ساعت کروش؟ مگه میشناسی منو؟ نه بابا اینجا نوشته. یارو با تو مو نمیزنه. نه دماغ من کوچیک‌تره. دماغ تو که کوچیک‌تر نیست، ولی معلومه که تو این یارو نیستی. اینا که مترو سوار نمیشن. بیت المال ما رو میکنن، مازراتی رو میندازن زیر پای آقازاده‌هاش. بو مازراتی آقا، بو مازراتی. پدرم من ماشین دارم. حق با شماست. امیر جان، بیا بریم اون تباد کولر بخوره بریم. یه ماشین سوار بشه. بیا بریم اون تباد کولر بهمون بخوره. بیا بریم. ببخش. بله. سلام آقا، ترابی هستم از حراست وزارت خونه. یه آقای اومده اینجا اصلا داره با شما صحبت کنه. میگه حیاتیه. هرچند خواستم بفرستمش بره نشد. من که دیگه نیستم، اجازهش بده به دکتر ارزنده. حاج آقا، میگه کار شخصی داره باهاتون. گوشی. بفهم. سلام آجی. سلام خوی جانم عزیزم. کارت ملی تو آوردم. بله. ورود شد سوار نیسانم شدی وسط را عصبانیم کردی پیادت کردم. آره یادم اومد کفرم بالا آوردی. خوبی شما؟ وقت حال احوال ندارم، بگو کجای کارت ملی تو بیارم. راضی به زحمت نبودم من خوی. کجایی؟ من الان چیزم، نزدیک های دروازه دولتم. میخوای آدرس منزل رو بدم؟ نه همونجا بمون، شما رو تا ترابی میگیرم، میام اونجا زنگ میزنم پیدات میکنم. خداحافظ. صرف 912
چی میکنی همون مبتنی؟ از در خونه داری سر بابات قول میزنی که امروز نریم مدرسه؟ از در خونه داری مانو میپایی؟ که چی بشه؟ شغلمه بعدم اینقدر هوا رو نزن. چرا خالی میبنی؟ بابام که دیگه یادم معمولی شده. بله ولی سطح امنیتیش که هنوز پایین نیومده. منو مأمور کردن که بپامش. نامحسوس. جان عمو چه خاطر نمی‌کنی؟ اتفاقی ما رو ندیدی؟ یا خدا. یعنی هنوز من یه تورای آقازاده ام آره؟ بابا، حاجی آقا دکتر اعتبار. هنوز سطح امنیتی ما بالاست نیستی بابا؟ میگم صداتو بیار پایین. فهمید اومده. ببخشید آقا. اخوی ببخشید یه دقیقه. امیر اینجا چی کار میکنی مبتنی؟ توضیح میدم بهتون فعلا با دیسکو بعدی پیاده شیم. چرا؟ دیگه صلاح نیستش که اینجا باشیم. نکنه شما خودتی؟ آره؟ آره خودتی؟ دماغتون عرمزه هست محسن اعتباری. آره دیگه عزیز جان، شما رسیدی دروازه دولت، میای خیابون حسین تراب اصفهانی، سر فرعی دبستان، دم دکه روزنامه من وایسادم. به امان خدا. خب دیگه با اجازه من برم مدرسه. مبتنی تو دم در باهات میاد. نه دیگه 170 80 متر خودم میرم. هنوز نیم ساعت از فرار نافرجامت نگذشته. از چیم که اومدی خونه میشینیم مفصل با هم حرف میزنیم ببینم من کجا کمکاری کردم که شده وضعمون این. بفرمایید مبتنی تا مدرسه میبریش راهاش هم نمی کنی. من همینجا منتظرم. چرا وایسادی؟ برو دیگه خیالت راحت باشه من همینجا هستم. پس همینجا بمونی تا بیام. آره برو رفت سریع برمیگردم. فقط با ولی بابا همش یه ساعت دیر کردم عمو جعفر. فقط با ولی این آقا محافظه ولی عینه هو ولی میمونه گیر نده دیگه. فقط با ولی ولی دم کیوسک روزنامه با یه نیسانی قرار داره. فقط با ولی عزیز جان حرفی میزنی ها. شما دماغ این آقا رو با دماغ بنده مقایسه کن. مال من کوچیکتره. من ایشون نیستم. باشه داداش، پیشونه ما هم نمیشه پپه میرزا. آخر سوء تفاهم نشه. من اگر عینکمو بردارم، ملاحظه میفرمایید که من خیلی جوان‌ترم. چطوری آقا؟ چقدر دیر کردی؟ تو تهرون نابلدم، کلی گشتم. شرمنده، انداختمت به زحمت. با جناقم میگفت تو روزنامه نوشته که سد کروج گندکاری شده. راست میگفت؟ بله متاسفانه. میگفت همش تقصیر توه. آره؟ همچین بگی نگی. این کارت منو برو پشت کارت تو بگی. مرزا، کارتشو بهش بده. یا کارتشو بده. بیا. دیگه.
اجازه بدین من خودم میگیرم کارت. نه احتیاجی نیست، زحمت کشید. شرمنده. کارت منو بده. آقا چرا اینجوری میکنی؟ کارت منو بده. بابتنی! 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 جنوب بابتنی! جنوب بابتنی!